بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربون، به نام خدایی که سریع الحساب و به حساب بندگانش به طرفت العین رسیدگی میکنه. سلام، وقتتون بخیر باشه. من آزاده نامداری هستم. این برنامه آبانه که در این روزهای آلوده پایتخت لااقل در آبان ماه 1395 با احترام تقدیمتون میشه. متشکرم که برنامه اول ما رو تماشا کردید و از همه فیدبک هایی که دادید، چه خوب چه بد، متشکرم. هم که ما رو دیدید برای ما کلی خوشحال کننده است. اما در قسمت دوم برنامه ما یک مهمان عزیز داریم، یک بانوی، دلم نمیاد بگم یک بانوی سینماگر، چون ایشون فقط یک خانم فیلمساز نیستند، یک فعال در حوزه اجتماعی، سیاسی و کلا درباره کل مسائل جامعه نظراتی دارن که همه این نظرات قابل تأمل و قابل تعمقه. سکا خانم منیژه حکمت امروز افتخار دادم و مهمان ما در آبان هستن. سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدین. سلام خانم نامدار عزیز. قربون شما. من سلام میکنم به تمام بینندگان برنامه آباد. خوشحالم در خدمت شما. متشکرم. و یک رابطه بدون واسطه داریم با مردم خوبمون، مردم سرزمین ایران عزیز. به هر حال این کشورمون همیشه عزیزه، هر چند هواش اینقدر وحشتناک آلود است. و امیدوارم که در آبان سالهای دیگه هوای ما اینطور نباشه، به مسئولین یکم فکر کنن. کلمه به نام پیشگیری است که پیشگیری. خانم حکمت، شما دوست دارید به چه عنوان بشناسنتون؟ یک کارگردان، یک تهیه کننده، یک فعال زنان، یک شهروند ایرانی. اول من یک شهروندم. دو تا فرزند دارم، بعد سینماگرم، بعد فیلمسازم. کلن قور زیاد بزنی؟ قور نیستش، ما قور نمیزنیم. ما یه اعلام حقوق اولیه که معترضین، در واقع معترض به رفتارهایی که ما رو به عنوان انسان، کرامت انسانی نشناسن و اون حقوق ما رو زیر پا بذارن. خب حقتون به عنوان زن چی؟ به عنوان یک بانوی خانومی که توی این مملکت داره زندگی میکنه؟ من حقم به عنوان یک زن میگیرم. آفر. من اصلا نمیذارم حقم بخورن تا اونجا که بتونم. اگرم نتونم اعلام میکنم. خب پس برای اینه که شاید میگن که شما آدم معترضی هستین. شما وقتی که حقوقتون رو اونجوری که دلتون میخواد مطالبه نمیکنید، اعتراض میکنید. مطالبه میکنم، اونا نمیدن. نمیدن. بله. کیا نمیدن؟ من حقوقم میشناسم. کسی که روبروی منه، مسئولینه. وقتی حقوق منو توی حرفم، شغلم، در جایگاه مادر، در جایگاه شهروند، در جایگاه یک فعال مدنی، خب معترض میشم. این حق طبیعی منه. من فراتر از قانون حرکت نمی کنم. یه سوالی، شما به عنوان یک خانومه که خب کارگردان سینما در واقع میشناسنتون، حداقل بدنه جامعه اینطوریه، سالهاست فیلم نمیسازین؟ ببینید، در برحال من در سینما دو تا شغل دارم. من هم تهیه کنندم، هم کارگردان. تهیه کنندگی شغل منه و مدام دارم فیلم تهیه میکنم، حالا بر اساس نیاز جامعه و یک روانشناسی و مردم شناسی هم تاثیر داره که تو چه برهه‌ای، چه مقطعی، چی بسازم. ولی کارگردانی دغدغه منه. من باری به هر جهت کارگردانی نمیکنم. خب این همه دغدغه که شما دارین و این همه اتفاقی که داره دور و برمون میفته، هیچ کدومش ارزش ساخته شدن ندارن؟ ببینید، جفت پا نمیشه وارد مسائل اجتماعی بشی. جفت پا بپری وسط و بگی که حالا من میخوام فیلم اجتماعی بسازم. منشعب از سینمای اجتماعی، مردم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و تمام اینا رو در بر میگیره و این از دیدگاه خودت میاد مخلوط میشه و میکس خوب باید در بیاد که بتونه اثرگذاری رو داشته باشه. یه سوال برسم اگه دوست نشین جواب ندید. فیلم فروشنده رو دوست داشتین؟ من ندیدم. ندیدین فروشنده رو؟ چه جالب. کلا آثار آقای فرادی رو، آخرین آثارشون که دیدین؟ چرا بقیه رو دیدم، فروشنده رو ندیدم. آثارشون دوست دارین؟ اجازه بدین نظر بدین. نه، گفتم اگه دوست داشته باشین نظر بدین. بسیار خوب. خانم حکمت، یه موضوع، فیلم زندان زنان شما یک اثر ماندگار شد، یعنی شاید تاریخ در آینده دربارش اظهار نظر کنه و نسل‌های بعدی. اون فیلم موقعی که داشت در واقع ساخته شد و آماده شده بود، خیلی به سختی پروانه نمایش گرفت برای اینکه در واقع مردم همه این فیلم رو ببینن. دلیلش چی بود؟ آیا این فیلم یک فیلم سیاسی است یا یک فیلم زنانه است؟
خیلی من اذیت شدم به یک مدت لرزش دسته من سوقات اون دورانه. چه سالی دقیقا بود؟ یادم رفته، سعی میکنم فراموشش فکر کنم. میکنم در دوران بله اصلاحات بود هفتاد برای و هشتاد بود. بله دوران آقای پزشک، اینقدر بیمهری من دیدم، به قدری آزار دیدم و به قدری اذیت شدم که یعنی به مرحله من میخواستم برسونن که من بگذرم از فیلمم و این فیلم رو نابود کنن. علتشم نمیدونم چرا، واقعا نمیدونی؟ واقعا نمیدونم چرا. ببینین، یا من مسئولم در قبال جامعه یا مسئول نیستم. خب یه مقطعی از کشورمون تو زندان من میبینم، تمومش بر اساس تحقیقات بود. حتی مسئول زندان باورشون نمیشد که من بازیگر آوردم و فکر کردم من زندانی ها استفاده کردم. وقتی زندان ایران میره به سمت جوانگرایی، وقتی قانون اصلاح تربیت رو میبینی، وقتی این همه جرم میبینی، وقتی یک کنیم آمار خودشونه حداقل یک میلیون شصت نفر معتاد ما داریم، فحشا آمار جدیدشون باز، و این همه ناهنجاری ها که مدام اشغالمون رو دوست داریم بدیم زیر فرش، و این فرش اومده روی زباله اومده بالا و میپوسه از زیر. میدونی اون فرش تموم این گرام میپوسه، هی اشغالا رو ندیم اون زیر. و این مسئولیت من بود که هشدار بدم. من یادم همون زمان اکرانش راوتومه قوه قضایی، یک دوستی با من زنگ زد، میگوش که یه مدت بعد از اکران گفت آمار اومده پایین و ما نم خب اعلام کنیم. گفتن نه نمیشه اعلام کنیم. دوچاره اینقدر سوی تفاهم ما داریم به عنوان یک کاری کردم، به عنوان یک شرفن تو این کشور وقتی زندگی میکنی، رفع این سوی تفاهم یک توانی میخواد که ابر زن باید باشی ابر مرد. میدونیم، وگرنه مدام باید دست پنجه نرم کنیم با این سوی تفاهم هایی که نمیدونیم از چه ذهنیتی میاد. چون مدیرای سینما با سلیقه‌های خودشون هر کدوم تفسیر میکنن فیلم میسازه، یک تفسیرهایی به تو میدن که اصلا به ذهن تو خطور نکرده و باید پاسخ ذهنیت یک مدیر فنی بیمار رو بدی، مدام با نابودت کنه سرمایه تو، زندگی تو، اعصاب تو. بیمار یعنی؟ بیماره وقتی که یک فیلم رو بینه برای خودش یک ذهنیتی میسازه از هر کلمه ای. این بیماریه، این از دانش علم نیست. خب خانم حکمت یه سوالی، این همه خانومی که در واقع فیلم میسازن، فیلم بازی میکنن، خیلی هم معترضن، خیلی هم مطالباتشون میشناسن، بالاخره جز طبقه الیت جامعه تا حدودی محسوب میشن، چرا ما یک کمپین از خانوم ها نداریم؟ چرا خانوم ها با هم دیگه جمع نمیشن با هم یک گروه تشکیل بدن و از حقوقشون دفاع بکنن؟ ببخشید اینو میگم، چرا بعضی وقت خانوما با هم بدن؟ ما سینماگرای زن، اینو خیلی با صدای بلند میتونم بگم، در مقابل نگاه جنسیتی به ما واقعا ندارن در شکل مدیریتیش درست. و اینکه به کارگردان مرد برتر از کارگردان زن است. نه، شاید ما بیشتر بعض وقتا حقمون هم میگیریم، من نیست واقعا. ولی خب اون شکاف عمیق جاییه که خودی و غیر خودیه. اون کسی که فکر منو میسازه مدیر فرهنگ میگه برای من ارجای امکانات مال اونه، شما فکر من نمیسازید چون خودتون فکر دارید، خب امکانات هم ندارین. اینجاست اون تفاوت زن و مرد نیست، جنسیتی نیستش، نیست تفکریه. خب یعنی شما معتقده اگر یک در واقع کمپین مدنی بخوایم تشکیل بدیم لزومی نداره فقط زنان باشن؟ نه، بر اساس اندیشه است. حالا اگر بخوام یه خورده به هر حال ببینید توی یک جامعه، ما نمیخوام بگم جامعه مرد سالاره، این خیلی در واقع جمله خیلی شهامت میخواد به این سفت و سختی بگه یک جامعه مرد سال، اما به هر حال جامعه ما حقوق خانم ها کمی کمرنگ تر دریافت میشه. این خانم هایی که دارن فعالیت اجتماعی میکنن، آیا اگه دور هم دیگه جمع بشن و یه خورده یک دست بشن با هم، آیا موفق نمیشن حقوقشون رو مطالبه کنن؟ شک نکنین، این تمرین دموکراسیه. خب تمرین خرد جمعیه. خب ما تو بستر تاریخمون نگاه میکنیم نداریم هیچ وقت، مشکل ماست واقعا. خب چرا نبود خرج؟ تمرین میخواد، خیلی تمرین میخواد توی شرایطی که ایش مدام بهت انگ نزنن. ده تا خانم اگه جمع میشن دور هم یه انگ بخوره که حالا باید بری پاسخ بدی. میدونین، من فکر میکنم مشکل از خود خانم ها نیست. من فکر میکنم خانم های ایران با کمتری هزینه خیلی آگاهانه میدونن دارن چه کار میکنن تو هر سنی.
زن ایرانی از خونه بیرون اومده، مهم نیست چه قوانینی براش نوشته شده، مهم اینه که قدرتمند مطالبه خودش رو پیدا میکنه. ما میبینیم که تعداد آقایانی که به خاطر مرگ زندانه، حالا الان که کمتر شده، یعنی اینکه اگر این حق و مهریهشون، آره، وقتی میبینن این حقشون قانون یک جور دیگه نوشته شده، یه راهکار دیگه پیدا میکنن که نجات پیدا کنن. قربانی هم میدن مطمئنن، خب تو تحقیقاتمون هم بوده. ولی زن ایرانی از خونه بیرون اومده، میدونه چه میکنه و چه رفتاری باید بکنه و حرکتشو مسیرش انتخاب میکنه و رو به جلو حرکت میکنه. حالا اگر این در شکلهای جمعی با خیرهای جمعی اتفاق بیفته به نفع جامعه است و یاری و کمک برای دوستان خانومی که یه مشکلاتی دارن فراتر از توان خودشون و این میتونه آسیبهای اجتماعی ما رو کم کنه، مطمئنا میتونه تعداد فحشا کم کنه، مطمئنا میتونه تعداد خانم اعتیاد کم کنه، مطمئنا میتونه یه اتفاق دیگه رقم بزنه. و این اجازه رو بدم، مطمئنا هر جا خانم ها جمع شدن، ما زنان کارآفرین رو میبینیم، زنان بخش موسیقی، خانم های زیست محیطی و و و میبینیم بسیار حضور فعال، پیگیر، روشن دارن و موفقن. میخوام بگم که یک سری خانوم ها در جامعه ما وجود دارن که میان بهشون میگن اینا ساختار شکنن. وقتی یک زنی میشه ساختار شکن، اتفاقا نگاه جامعه بهش نگاه خوبی نیست، چون این اولین نفری است که حاضر میشه مثلا یه کاری رو انجام بده که بقیه انجام ندادن. ولی یک چنین زنهایی در جامعهمون داریم و این ساختار شکنیه باعث میشه که یه چیزی که به نظر مردم خیلی قبیح و خیلی عجیب بوده، حالا تبدیل به یک چیز عادی بشه و یک روند عادی رو طی بکنه. و به نظر من اینها سوژه های خیلی مناسبی برای فیلم ها، در واقع اینکه ما اصلا فیلم میسازیم، یعنی کسی که رسانه کار میکنه، به نظرم که از اهالی رسانه یا رسانه چی های که وظیفشون اینه که این ساختارها رو بشکنن و مردم بگن خیلی چیز عجیب غریبی قرار نیست اتفاق بیفته تو حوزه زنان به ویژه. هم مهریه که شما دارید میگید، واقعا مثلا تا شاید 10 سال پیش، 15 سال پیش، اینکه یه خانم طلب مهریه بکنه، نگاه ما خوب نبود بهش، نه؟ گفتیم که کشی بشه، حالا مثلا پسر بدبخت، حالا یه چیزی موقع عاشق بوده گفته فلان. ولی الان نگاهمون اینه که این حق خانومه، مگر میشه بعد مثلا همه حق مال مردا باشه، این یه دونه حق زناست، بعد مثلا اینم ببخشه فقط به خاطری که آقای دست سرش برداره. یعنی یک ساختار شکنی های اتفاق میفته و یک خانوم های در جامعه ما وجود دارن که نفر اول میشن، سیبل میشن و کلی هم هزینه میدن. هزینه میدن، آره. از این خانم‌ها دور براتون میشناسی؟ ببینید، اگر این خانم‌های ما به آگاهی حداقل برسن، یک دفعه حالا قوانین ما مشکل دارن در رابطه با به نسبت حضور زنان در جامعه و قوانینی که براشون نوشته شده. ولی اگر آگاه باشن، که خوشبختانه آدم مدام داره میگیره، تو شهرستان‌ها خیلی تاثیر خوبی داشته، که میان حق طلاق میگیرن، یک مواد ماده های اضافه میکنن به اون دفترچه که اون حق طبیعیشونه، این که مثل تموم دنیا هر چیزی داریم نصف میکنیم، حق طلاق، حضانت. به این آگاهی برسه قبل از که عاشق باشه و پرپر بزنه برای این مواد و این ماده ها رو بگیره، من فکر میکنم خیلی مشکلات حل میشه. خب ما در گذریم، ما از روی یک پل لغزان داریم رد میشیم، همه این خانوم ها. این بعض وقتا میلرزه، بعض وقتا باد شدید میشه که دوتا پرتاب میشه پایین، یه سری هم به مقصد میرسن. برای این گذره رو ما باید درست طی کنیم که برسیم به اون جامعه‌ای که فکر میکنم کمتری هزینه رو بخوایم بدیم و ایدئال برای در تعریف جایگاه زنانمون به نسبت حضور اجتماعیشون. یه چیزی ببخشید وسط حرفاتون، شاید سوال خال زنکی باشه بازم. مرحوم سلحشور یک جمله رو درباره خانم‌ها گفته بودن. شما توی سینما بودید، فکر کنم منشی صحنه بودید، تا کارگردان بودید، فیلمساز بودید، نمیدونم نویسنده شاید بودید، تهیه کننده بودید، یعنی در همه جاهای سینما شرکت داشتید و حضور داشتید. واقعا از زنهای ما در سینما سوء استفاده میشه؟ نه. من فکر میکنم آقای سلحشور، حالا خدا رحمتشون کنه، برگرده خانواده خودش رو نگاهی بندازه و شرایط خودش رو بهتر ببینه قبل از اینکه بخواد به زنان سینماگر بخواد توهین کنه.
و حالا جو منهای آقای سلحشور رو بذاریم کنار، کلا به عنوان کسی که من تو قائل دل نیستم. سینمایی، ببینین مشکل ما ساختاریه. من خیلی متاسفم با صدای بلند اعلام میکنم، هر مدیر فرهنگی اومد پسر خاله و پسر عمه و دختر خاله هاشم آورد کرد تهیه کننده سینما، از خب یک جایگاهی اومده بود که نمیدونست فرهنگ چیه، نمیدونست سینما چیه، و میدید که ما خانواده بودیم، سینما یک خانواده بود، همه رو هم تعصب داشتیم، آدم های غیری رو وارد این حرفه کردن و بزرگترین سمت اصلا رو این با کار رو پول نبودن. های عجیب غریب بهشون دادم. ببخشین، فکر کردم آمدن توی فضای آزاد، خب حالا این پوزیشن تهیه کننده و کارگردانم بهشون توی تعظیم کردن. بله با تعظیم بهشون میدن، خب میتونن یه نگاه دیگه ای هم به نامحرم به دختر و زنان ما داشته باشن، یا حتی اجازه رو به خودشون بدن که تجدید فراش کنن و ارتباط های عجیب غریب. یعنی اگر بودم بازم از اوسم بود؟ یعنی ببین بود؟ متاسفانه، متاسفانه کسانی این گونه نگاه میکنن و این لفظها رو به کار میبرن که خودشون مشکل دارن، چون جوری وارد این سینما شدن، وارد این حرف شدن که مال اینا نبوده، غصب کردن و علاوه اخلاقی هم دارن بیرام میکنن. اینا من با صدای بسیار بالا میگم و هزاران فکت دارم. من تو سینما من دو تا دختر دارم درست. مثل ماه دارن کار میکنن، همه بچه های ما مثل ماه کار، همه بچه های ما سالمن. اونایی که نگاه بد دارن اشکال از خودشونه، اول ببینن کی آورده گوشه تو اون جایگاه که بعد میان حکم برای ما صادر میکنن و برگردن به خانواده‌هاشون یه نگاهی بکنن. خب بس با این جمله شما این بخش رو تمام بکنیم که زنان ما در سینمای ما پاک دارن کار میکنن، و این جمله که بخوایم بگیم از زنها سوء استفاده میشه در سینما یک جمله کاملا فیکه و یک انگ اخلاقیه. اگر استفاده میشه یک کسانی اومدن تو این جایگاه و یک کسانی به واسطه خودشون وارد این سینما کردن که بتونن این روابط رو ایجاد کنن، اون کسی که ریشهاش در سینماست به این چیزا فکر نمیکنه. بسیار خوب، یه تنفس رسانه‌ای کوتاه داشته باشید، برگردیم باز با خانم حکمت هستیم. آبم میخوریم، آبم میخوریم. خیلی از هنرجو فارغ التحصیل که میشن بعدش مثلا عموما اینطوریه که یه مدت طولانی منتظر پیشنهادا میمونن، بعد به نتیجه میرسن که خب کسی قرار نیست بهشون پیشنهاد بده. معمولا اینطوریه که هر کسی باید بره خودش بره تو دل قضیه تست بده، با وجود همه اون اتفاقایی که سر تست دادن ها میفته، یا اینکه برن سمت تئاتر. خیلی اصلا به خاطر اینکه بتونن ورود کنن تو سینما میرن سمت تئاتر. من خودم معتقدم یکی که استعداد داشته باشه، خمیرشو داشته باشه، حالا تو هر رشته ای بالاخره به یک جایی میرسه که خودشو نشون بده. این باد چه بد باد بدی بود که من باد به بد بادی این باد دگر باد ندیدم. این باد چه بد باد بدی بود که من باد به بد بادی این باد دگر باد ندیدم. این باد چه بد باد بدی بود که من باد به بد بادی این باد دگر باد ندیدم. امیدی به این که بعد از مدرسه این مدرسه سینمایی بتونید وارد این عرصه بشید یا فعالیتی رو شروع بکنید داری؟ از این نظر که از این نظر بخوایم فکر کنیم که چیزی یاد میگیرن، آره تو این کلاس ها میشه چیزی یاد گرفت و خیلی هم یاد گرفت. همیشه به هنرجوی بازیگری توصیه میشه که یه کاری کنار بازیگری تئاتر داشته باشن، در صورتی که خود تئاتر یه کاریه که خیلی باید بهش پرداخته بشه، خیلی وقت میبره، ولی همیشه میگن یه منبع درآمد داشته باش روش حساب نکن. شاید اون فیلمایی که باید ساخته بشه نمیشه و شاید اون تعدادی که فارغ التحصیل میشن، خب مگه چقدر
سوپر استار قراره باشه یا چقدر بازیگر قراره برای فیلم باشه. همه که نمیتونن به اون حد برسن که یه بازیگر تاپ بشن. خیلی از بازیگرهای الان ما بر اساس یه اتفاق بازیگر شدن و بازیگر خوبی شدن، پیش میاد، ولی یک در هزار، اونا واقعا استثناست دیگه. خب همچنان سرکار خانم منیژه حکمت با ما هستن و میخوایم گفتگومون رو ادامه بدیم. قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم، من تشکر میکنم از حامی مالی برنامه شرکت محترم مای بیبی به خاطر حمایت هایی که از برنامه ما داشتن. مرسی. خانم حکمت یه سوالی، شما خیلی کاراکتر بیرونی فعال، بخشید کلمه خوبی نیست، مثلا یه وقت خشن حتی به نظر میرسید دارید. عصبی؟ عصبی نه، خشن. الان من با تو رفتم عصبیش اصلا هیچ عصبی نبودی. خشن به معنی این که مردونه، یعنی یه جورایی مثلا سخت شاید، اما یک لطافتی در درونتون وجود داره و این لطافت رو شاید مادریه بهتون هدیه داده. شما مادرید، در واقع مادر دوتا فرزندید، بین این دوتا کدومشه واقعا؟ شما خانم حکمت بیرونید که آدم بعضی وقتا میترسه با تون حرف بزنه، یا خانم حکمت مهربونید که مثلا هر جور شده میخواد از دخترش، از پگاهش حمایت کنه؟ من یک مادرم و با تموم تعریفی که مادر میتونه داشته باشه، من عاشق اینم که آشپزی کنم و بچه هم بیان غذا بخورم و خونه اون فضای گرم و صمیمی رو ایجاد کنم. میز مادرها، میز غذای مادرها همیشه پرباره. ترشی دستپخت مادرها رو هر میزی حس خوشگلی میده. میدونی وابستگی بچه ها رو به خونه زیاد میکنه. حتماً. و این حلقه درست تشکیل میشه. من اگر مادرانگی نباشه، اون حلقه مفقوده که اینا رو متصل کنه، اون نخ تسبیح نیست. درست. به همین خاطر من عاشق اون مادرانگی هم. پس اول مادرید؟ اول مادرم. خیلی نکته مهمی. بعد اینو بس کنم به این، شما از در یک برهه‌ای از زمان خیلی از پگاه حمایت کردید و به شکل‌های مختلفی، حالا شاید خب خیلی همه مادرها اگر اتفاقی بر بچه‌شون بیفته ازش حمایت می‌کنن، اما حمایت شما یک حمایت خیلی چند جانبه بود و حالا کارهای متعددی که انجام دادید. فکر می‌کنید که چه اتفاقی افتاد این وسط؟ به خصوص حالا نمی‌خوام اسم ببرم، ولی واقعا فکر می‌کنید آقای دهنمکی نقشی داشت در گرفتن؟ اجازه بده من وارد این بحث نشم. ما برم رو بحث اولت، صحبت اولتون. ببینیم، ما بچه‌مون باری به هر جهت بزرگ نکردیم، با پولا و رانت‌های دولتی بزرگ نکردیم که امکانات ویژه بریزیم زیر دست پاشون، حالا خروجیش چی باشه. یکم خالی زنکی میشه وارد این بحث بشم. ما سالهای من از 59 تجربه دارم. از سال 59 میدیدیم یک مدیری میاد تمام فامیلاشو میاره تو پستای مختلف میذاره. خب نوع حجابشون، نوع رفتارشون، نگاه از بالاشون. ما همیشه شهروند درجه دو بودیم تو بخش سینما. اینا حالا میان یه زمانی روشن فکر میشن، اصلاح طلب میشن، باز میبینیم میدون رو تو دست دارن، باز امکانات. همیشه هم همشون هم جمع کنیم به اندازه این 10 تا انگشتن واقعا، و همیشه هستن. فرق نمیکنه آقای احمدی نژاد بیاد، آقای جنتی بیاد، اینا هستن همیشه و امکانات مال ایناست. حالا فقط چنج میکنن، از ارشاد میرن حوزه، از حوزه میرن شهرداری، از شهرداری میرن دوباره ارشاد. ارشاد و حوزه پشت شما نبود صرف؟ نه، هیچ وقت نبوده. من هیچ وقت احساس امنیت نکردم. هیچ وقت. من یک چیزی بهتون بگم که هیچ کجا نگفتم، شاید هم نگم، نپشیمون شدم. نه بگیم. ولی بگیم خواهش میکنم. ببینید، من توی دوران بیماریم و مشکلاتی بود، چندین ماه کار نکرده بودم، یه تقاضای یه وام کوچولو کردم از ارشاد، در که من میدونم چه پولایی داره کجا خرج میشه. خیلی بده که فکر کنن ما احمقیم. ما حیا داریم، ما کلیت و عزت نفس داریم. آره، و کلیت ماجرا رو به جزئیات ترجیح میدیم و دوست داریم سینمامون همیشه افتخار آفرین باشه. اگر برون نمیاریم، فکر نکنن ما احمقیم و نمیدونیم بودجا کجا هزینه میشه.
از اینکه ما مدام میگیم حداقل این 10 سال بنیاد فارابی، رسانه‌های تصویری دیگه حق طبیعی، آقای رئیس جمهور، آقای روحانی هم گفتن اعلام کنین و چه اشخاصی پول داد، چه پولایی دادید. هیچ وقت این بیرون نیومده، هیچ وقت. بفهمید چرا؟ برای اینکه اون حلقه دوستان همیشه باید باشه دیگه، اون حلقه همیشه هست. درد داره، ببین که به عمقش نگاه کنین درد داره، ولی دیگه گذشته ازمون. ما نشستیم نظاری میکنیم و عادت کردیم، خیلی بده که عادت کنیم، ولی عادت کردیم. این شرایط کاری و زندگی ماست. بعض وقتا رخوت ایجاد میکنه، بعض وقتا آدم ترجیح میده که بره تو غار خودش، یعنی از این فساد و این ریا، این دورویی بالا میخوای بیاری. این که یه مدتی دلتون نمیخواد فیلم بسازین از رخوته نمیاد؟ نه از این رخوته نمیاد. ببین عادت کردیم، 35 سال مدیرها این کار با ما کردن، چیز عادیه برای ما تلاش همونه میکنیم. خب سخته برای ما فیلمسازی، بودجه تأمین کردن، نمیدونم پروانه گرفتن، اون شورای پروانه ساخت که شورای پروانه نمایش که هر کی درونش سانسورچیه، هر کس بر اساس سلیقه خودش، هر کی درونش سانسورچیه، هر کی درونه اون شورا سانسورچیه، هر کی درون شورای پروانه نمایش سانسورشه و بر اساس خوشخدمتی مدیران عمل میکنه که بتونه امکانات ویژه جای دیگه بگیره. نه همه ما میدونیم. بعد میدونی کجا بده؟ کجا درد داره؟ اونجایی که این مدیران فرهنگی فکر میکنن ما نمیدونیم. خودشون کپ کن سرشون کردن تو برف. بگذاریم از اینم، بذاریم با وجدانهای خودشون. و فقط یک نکته، این که فکر نکنم ما احمق، فکر کنم مردم هم میفهمن، همه میفهمن. این مدیران و حلقه دوستان و یارقاراشونه که نمیفهمن. شما فکر کردین درباره خشونت علیه زن فیلم بسازین؟ یه تحقیق میکنم تو دادگاه اطراف شهر، حاشیه شهر. خانم اومده بود در مرحله عقد درخواست طلاق داده بود، یک خانومشون 18 ساله بود واقعا، از هاشیه شهر، تهران، هاشیه شهر. و که علت چی من جویشم، گفت این به من گفتش که تهدید به کتک زدن کرد. وقتی تهدید کرد، وقتی الان تهدید بکنه من زنش بشم مطمئنم میزنه و من میخوام طلاق بگیرم. یعنی آگاهی، یعنی شناخت. ولی خب به هر حال اگر ما 80 میلیون جمعیت 40 میلیون زن داریم، ایران تهران نیست، ایلامم ایرانه، کردستانم ایرانه، بافتای قومی، سنتی، عشیره‌ای داریم، به اینها توی روندی با دانش و آگاهی و تحصیل میتونه اتفاقای دیگه رقم بزنه که من فکر میکنم الان در این 30 سال، 30 سال نسبت به گذشته زمانش به مراتب کمتره. تحقیق میدانی، من علمی دارم اینو نمیگم، تحقیق میدانی، به هر حال خیلی خیلی فرق کرده. یعنی آگاهی دختران ما نسبت به حقوقشون و رفتارشون بر اساس دانششون میتونن پیشگیری کنن و تکلیف خودشون روشن کنن، ولی فکر میکنم نسبت به قبل از انقلاب خیلی خیلی بهتر شده و این حقوق رو تقریبا به شناخت رسیدن و دفاع میکنن از خودشون و اجازه نمیدن. شاید ندونن کلام هم میتونه خشونت باشه، ولی حداقل ضرب و شتم مو اجازه نمیدن. حالا فکر کنم آمار ضرب و شتم پایین اومده نسبت به زمانش، خیلی پایین اومده. اما فکر نمی کنم الان دیگه توی یک رده سنی خانم ها دنبال این باشن که بخوان تحمل کنن همچین چیزایی. نه تحمل نمیکنن. دلیلی نداره مثلا تو خشونت از هر جنسیشو ببینی و بعد بشینی تحمل کنی. و کسی که خشونت رو انجام میده به نظر من خیلی اصخایی میکنم باید مشکل روانی داشته باشه. چرا باید بیمار روانی تحمل کنی زندگی کنی؟ ببخشید، فرهنگ زن این بود که اینم جزوی از زندگی ماست. اگر ما هفتگی کتک نخوریم نمیشه. خب منم از شهرستان میام، از یک بافت خانوادگی بزرگم میام. من عراق نیستم، من اهل فراهانم. فراهان تفرش آشتیانی، بله، منطقه اونجا. من اهل عراق نیستم و من فراهانیم، ریشم حالا یک دو جا دیگه هم میخوره ولی اصلش فراهانه. جزء زندگیشون بوده، قاعده زندگیشون کتک بود، فحاشی بود، عدم اعتراض، اجازه اعتراض وجود نداشت. یعنی اینو تو مغز زن فرو کرده بودن. بله، وقتی میومد با
به هر حال لباس سفید و کمن اینا هم بخشی از زندگی تو هست، بخصوص اگر از یه خانواده فئودالی تو بیای اینا به عینه میبینی. این مرد سالاری و اون موقع تجربه خوبی نبود و من میدیدم، مدام مشاهده میکردم، ولی الان خوشبختانه دختر همون خانواده تن به این مسائل نمیدن، اصلا کوتاه نمیان، شوخی ندارن پای اصولشون. حالا این اصول چقدر از آگاهی میاد، از شناخت میاد، از تجربه بای میسن و با فکر عمل میکنن. خب اینو من زیاد چون ارتباط دارم با اون نو فامیلی یا اون دوستا میرم میام میبینم که برای جایی ایستادن شوخی هم ندارن و این روندش به نظر من اصلا کنیست، در یک روند بسیار درست تو بستر درستش داره حرکت میکنه این روانده و من فکر میکنم به مرور زمانش بله 30-40 سال دیگه اتفاقای دیگه ای داره میفته دیگه، بچه های ما دیگه این مشکلات رو نخواهند داشت. بله. میدونی چی اتفاقا من میخواستم اینو بگم، نمیگم حکومت یا سیستم یا هر چیزی، نمیدونم مثلا کجا، اما روزی که ما عزت نفس و اعتماد به نفس رو از زنامون بگیریم، زنها به لحاظ مالی محتاج مردها بشن، اون روزیه که ما دست و بالمون بسته سیه، یعنی ما دیگه چیزی برای دفاع کردن نداریم. در ادامهش یقه سیستم گرفته میشه، یعنی ما چه تو لحظه تو کوتاه مدت حالمون بد بشه و ببینیم این گونه زنان رو داریم، ولی وقتی زیاد بشه دختر فراری سن میرسه به 9 سال. اصلا آماری بود که تا جایی داره اعلام کردن طبق آماره؟ آره یک تو اخبار من شنیدم دختر فراری دختر 9 سال. زنان خیابونی ما اینا بعد میان یقه سیستم رو میگیرن، حضور دارن، آشغالات دیگه نمیشه همچین گذاشت زیر برشه، اینا وجود دارن، اینا از اون رفتارهایی که عدم اطلاع رسانی، عدم آگاهی زنان میاد. اگر ما آمارا رو اعلام نمی کنیم کار درست میکنیم؟ یعنی که میخوایم بگیم اوضاع خوبه؟ میخوایم بگیم اوضاع خوبه ولی اوضاع خوب نیست. خب این که میگیم اوضاع خوبه باعث آرامش جامعه نمیشه؟ نمیشه، نه شده مگه؟ خب بعضی هم معتقدن اگر نگیم جامعه بعضش مثلا حالش خوب خب تره. اما اشکال نداره جامعه حالش بهتره، 10 سال به 10 سال سیر نزولی و سعودی رو ببینیم در طور ناهنجاری اجتماعی. این واقعیت، نمیتونیم تا ابد این کار کنیم. ایدز وقتی میاد هستش تو جامعه، نظام پزشکی درگیر میشه، مجبور میشه بیلبوردار بزنه حالا چیکار کنیم، دارو از کجا بیاریم، تحریم میاد یقه خود سیستم رو میگیره. یعنی ما به جای پیشگیری اجازه میدیم اتفاق بیفته بعد به بدترین حالتش پیش بیاد، اون وقت کاسه چه کنم دستمونه که چه بکنیم، چیکار باید بکنیم. باید واقع بین باشیم، جامعهمون رو ببینیم، بشناسیم، بر اساس اون از هنرمندا، از جامعه شناسا، از مردم شناسا، از روان شناسا کمک بگیریم، بحث رو بیاییم تو جامعه باز کنیم، راهکار برش پیدا کنیم. یه سوال دیگه، بعضا تو بزرگترین مشکل زن جامعه ما چه؟ قوانین که برشون نوشتن و خودشون هیچ دخل و تصرفی درش نشتن نداشتن. میشه یکیشو پستاق بیاری؟ تمام قوانینی که در رابطه با زنان ما نوشته شده نسبت به حضور زنان ما، من مدام اینو دارم تکرار میکنم، ربطی نداره. قبل از اینکه مهریه رو در خرد و فروش دخترتون بحث عزت نیست، اون حق طلاقه که بحث عزت دخترتونه. اون هزانتی که بچه مال مادره الان خیلی موز شده، خیلی به جای مهریه بله حق طلاق و حق هزانت فرزند میگیرن به جهت اینکه یک پشتوانه داشته باشن دیگه، چون یه روزی روزگاری عشق عاشقی تموم میشه، توی گرفتار پیشین ببینید چیکار باید بکنید، مشکلات اقتصادی و بعد آزار دادن زن خیلی کار آسونیه، طرف خیلی ریلکس میگه طلاق نمیدم بله. و دیگه آزادی زن و اجازه هر داره که ازدواج های دیگه خارج از کشور تو دیگه نمیتونی، ممنوع خروج میشی و هزار تا درد دیگه.
این آقای دخترای ما، مادران ما به دخترانشون یاد بدن و مدیریت کنن ازدواج بچه هاشون، من فکر میکنم خیلی از موزلا کمتر کم میشه و این هم به نفع سیستمه، چون به هر حال سیستم هم درگیرش میشه، به نفع خود فرزندانشونه و به نفع زنان ایران. صد درصد. اگر که کل این گفتگو من خواهش بخوام بکنم که این یه تیکهشو مخاطبان متوجه بکنن، واقعا ازشون ممنون میشم. این یه تیکه خیلی مهمه. اگر ما یک مخاطبی توی رنج سنی 20 تا 30 سال داریم که حالا دارن به ازدواج کردن فکر میکنن، من فکر کنم صحبتای شما خیلی میتونه تاثیرگذار باشه که اگر میخواین ازدواج کنید لطفاً به این حقوق دقت بکنید، مطالعه بکنید و رهاش نکنید. این شاید کمترین کاری که یه رسانه میتونه بکنه برای مخاطبانش. بریم یک تنفس رسانه‌ای بکنیم. یه لیوان آب سکه خانم بخورن. اگه داشتیم آب میوه، اگه داشتیم چای، بعد برگردیم و من یکی دو تا سوال دیگه هم ازشون بپرسم دیگه اذیتشون نکنم. مرسی. یکی از ویژگی‌های نوجوان‌ها که برای والدین خیلی ملموسه اما ممکن عجیب غریب به نظر برسه، یه سری باورهای اصلاحی. میشه بهشون گفت که نوجوان مثل پیامبریه که در یه جامعه‌ای ظهور می‌کنه و می‌خواد اون‌ها رو اصلاح کنه. معمولاً نوجوان‌ها رفتارهای پدر مادرای خودشون رو انتقاد می‌کنن یا زندگی پدر مادرای خودشون رو انتقاد می‌کنن. به میگن افکار رستاخیزی. نوجوان فکر میکنه که اومده به این دنیا تا با بالاترین استانداردها بهترین چیزها و بهترین اشکال و بهترین سازها و بهترین رفتارها رو ایجاد کنه و به شکل خیلی افراطی شروع میکنه به انتقاد کردن رفتارهای ریز ریز پوشش، گفتمان، نشست و برخاست والدینش. حتی خیلی وقتا ممکنه از مهمانی ها، از تو جمع حاضر شدن ها، از نمیدونم توی مجامعی مثل مدرسه، بیرون، تو دوستان امتناع کنه، حاضر نباشه با والدینش تو اون جمع ها حضور داشته باشه. یکی از دلایل این امتناع کردن ها میتونه افکار رستاخیزی نوجوان باشه، چون اون رفتارها و منش و باورهای پدر و مادر خودش، حتی پوشش پدر و مادر خودش رو قبول نداره و به شکل افراطی اونها رو نقد میکنه. گاهی ممکنه این نقدها به زبان نوجوان بیاد، گاهی ممکنه در رفتارهای اجتنابی نوجوان از پدر و مادر خودش نشون بده. پدر و مادرها باید به این قضیه حساس باشن و بدونن که این یه دوره گذریه و با حساسیت نشون دادن‌های زیاد و اینکه والدین بخوان جلوی هر گونه انتقاد نوجوان وایسن و با اون چالش کنن و چالش کنن، ممکنه رابطه عاطفیشون رو تحت تاثیر قرار بدن. خیلی وقتا شنیدن حرفای نوجوان و انتقادهای نوجوان نسبت به محیط اطراف و پدر و مادر کافی هستش که اونها رو آروم کنه. چالش ها یا چالش هایی که بین پدر و مادر و نوجوان پیش میاد نیازی نیست که زیاد بهش دامن زده بشه. خب آبان برنامه برای زنان ایران، البته امیدواریم از شکل شعار بتونیم درش بیاریم و بتونیم یه سری اطلاعات بدیم به همه خانم هایی که برنامه ما رو نگاه میکنن. البته بازم تاکید میکنم که مخاطبان ما فقط خانم ها نیستن، تقاضا میکنم هم خانم ها هم آقایون برنامه ما رو نگاه بکنن. این برنامه درباره خانم ها هست اما واقعا اگر آقایون این برنامه رو نگاه بکنن شاید بتونه به جامعهمون خیلی کمک بکنه به اینکه در خیلی زمینه ها اطلاعاتمون بیشتر بشه. موافقی خانم حکمت؟ خانم حکمت، راجع فعالیت سیاسیتون اول صحبت هم صحبت کردیم، نمیدونم این واژه درستی یا نه، شما به نوعی سردمدار یک تفکر سیاسی محسوب میشید، یعنی یک فعالیت جدی در یک دوری از زمان، شاید در چند دوری از زمان کردید. این فعالیت سیاسیتون تو کشور دیگه دنیا هم خب خیلی رایجه، این بهتون کمک کرد؟ یعنی ببخشید یک رانتی چیزی بهتون رسید؟ نه، به ما هیچ وقت هیچ رانتی نمیرسه و قائلم به این رانتا نیستیم. یا حداقل شاه هیچی، هیچ کمکی، هیچ حمایتی، هیچ وقت و قائلم بهش نیستیم. خب مثلا الان ببخشید میپرسم، بازم اگه دوست داشتی جواب ندید، مثلا پگاه شما یکی از استعدادهای سینمای ماست و خب شاید اگر که وارد فعالیت سیاسی نمیشد خیلی کارهای زیادی توی حوزه سینما به خصوص میتونستن. هنوز هم ممنوع تصویر پگاه در تلویزیون؟ در تلویزیون بله. خب آیا ارزشش داشت؟
آره به هر حال هزینه داره. ببین برای درست شدن، برای اون ثبات، برای امنیت باید هزینه بدی. چرا پگاه هزینه بده؟ چرا بقیه نمیدن؟ اونم شانس ماست. پگاه برای اول یک فیلمساز کاری نکرده، یعنی یک جوونیه که خب یه سری مستندسازا رو گرفتن که آگاهه. خب ما پارتی نداریم، ما کسی رو نداریم، میدونی؟ یعنی خانم حکمت نمیتونه پارتی پگاه بشه؟ نه نمیتونه بشه هیچ وقت. به هر حال من فقط خوشحالم که دختری بزرگ کردم که میدونه داره چه کار میکنه. آگاهه، بالغه، بالغ لحاظ فکری، بلوغ فکری داره. خب این خیلی خوبه. متحد، مسئول و باعث افتخار منه. بگر سر قضیه همین مستندسازایی که گرفتنشون و مستندی که از آقای دهنمکی ساخته بود رو دچار مشکل شد. ما آخرش نفهمیدیم چرا، ولی خب فکر میکردیم اینم یکیشه. من شنیدم که مستندی از آقای دهنمکی ساخته بود، ما همینو شنیدیم که این بوده و چیزای دیگه. و یه سوال وسط این صحبتتون ببخشید، هر کشور دیگه ای یک دختر باهوش فعال مسئول در قبال اینقدر در قبال کشورش باشه، به نظر من دو تقدیر بهش میدم به جای اینکه زندان کنم. حالا از این گذشته از این استفاده بکنم راجع به گلشیفته حرف بزنیم. گلشیفته هم در یک شرط سخت کشور رو ترک کرد. خب اذیت میکنم بچه ها رو. میدونین کاش دوستانی که میشینن مسئول امنیتی رو رصد میکنن روحیه این بچه ها رو بشناسن، اصلا بشناسن تو چه خانواده اینو بزرگ شدن. ما باری به هر جهت بچه همونو بزرگ نکردیم. گل فرهانی فامیل ماست. خب فرهانی هم آره دیگه. و خب از هنرستان موسیقی از وقتی بچه بود ده میشتسیم. عراقی ما هم میدیدمشون، خانوادهشون میومد به خاطر بابستگی که بود. اینا همه دوستان این افتخار آفرینی رو برای کشورمون داشته باشن. حالا برای کشورهای دیگه شما دارن. گلی فرهانی رو یه حیف شده میدونی؟ خب گلی راشو برای گلی بچه باوشه میدونی داره چی کار میکنه. حیف که ما نداریمش. از این نظر حیف شد. یعنی سینمای ما جای گلی به اندازه یک اقیانوس تو سینمامون خالیه. خب آخه گلی فرهانی یه وقتی با فیلم میم مثل مادر یک تصور فوق‌العاده از خودش در ذهن ها گذاشت. همه فیلماش بنام. مگه بوتیکش بوتیک یک شاهکار از آقای نعمت الله بود. دختر هنرمند دلنشین باهوش آگاه تو سنتوری بی نظیر بود. تو همه کاری موزیسین ما دستش دادیم. ما بچه همون رو دست میدیم. ما مسئولیم، ما باید محاکم بشیم. یا مثلا اینکه مثل خانم سوسن تسلیمی رو اگر داشتیم شاید میتونست خیلی نقشه بود. همون مدیران اون دوران بودن که گنجش که ماده میگفتن از بالای ارشاد حوزه نباید رد بشه. یعنی شما حتی پشه ماده و همه رو در به در کردن و الان هم همشون خودشون شدن روشن فکر، بچه ها شدن روشن فکر و یه در به در آوار شدن و ما یک انسان هایی یاد دست دادیم که همش باید بگیم حیف. یک عده یک تو یک جایگاه هایی نشستن و به خودشون حق موندن ما رو تحقیر کنن. خب تا یک جایی این تحقیر ها رو ما میپذیریم چه میسریم میریم. اینا همه سرمایه های ما، سرمایه های کشورمون هن. بعد میرن با دلخوری میرن و کم کسی که میتونه تحمل کنه بمونه چون حالا شاید نگرشی نداره این نیز بگذرد. میدونی ما مسئولیم. یعنی ما از دست میدیم. بله ما نکته‌ای. شما از آقای روحانی به طور خاص خیلی حمایت کردید موقعی که داشتن در واقع کمپین ریاست جمهوریشون بود. آیا در دوران آقای روحانی احساس میکنید که برای زنها اتفاق خوبی افتاد؟ نه خیلی. چرا؟ من برای خانم مولاوردی خیلی احترام قائلم. ایشون قرار مهمون ما باشن. خیلی دوستشون دارم. ولی مشکل مدیریتی هستش. ما به حال آقای روحانی یک دولتی کسای عقبش میشن. ما از سرمایه اجتماعیمون خرج میکنیم. وقتی از سرمایه اجتماعیمون خرج میکنیم مردم دوستمون دارن، میتونیم تاثیرگذار باشیم.
هیچ چیز اضافه هم نمیخوایم، چون اصلا عادت کردیم نه رانت خوریم نه ویژه خوریم، حداقل جواب سلامونو بدن. میدونین این دردناکه. یعنی در دوران آقای روحانی شما جز که بطر دوران کاری من دوران آقای روحانی بود. چرا؟ من تو دوره قبل که خیلی مشکلات داشتم به مراتب شرایطم بهتر بوده، اینو بلند اعلام میکنم، قبلا هم گفتم. چرا رو باید اون بر جستجو کرد؟ به هر حال ما همیشه خودمون مسئول میدونستیم، حتی گوشزد کردیم به کسانی که دست اون میرسید، الان که دست اون به جایی نمیرسه، ولی گوشزد هم کردیم که مردمو نذاری ناامید بشه. خب شاید تو فشار بودن، فشاری که الان روی دولت آقای روحانی هست خیلی زیاده. اصلا قائل به نیستم که هیچ کاری نکنه، همش بگیم فشار روی ما. چه فشاری روشونه بابا؟ خیلی فشار روشونه. خب بگین به من فشارا رو بگین. ببینید دولت های قبلی همه دولت های مشکل رو داشتن. نه آخ خانم قائل نیستم. حالا دولت آقای احمدی نژاد یکم متفاوت تر بوده، همشون مشکلات رو داشتن. احترام به آدم ها. ببین عزیزم این که هر مدیری یه حلقه، اصلا قائل به نیستم هر مدیری یه حلقه از فامیلاشون رو چیدن دور خودشون بده بسون با همون دوستانشون و حلقاشونه. بقیه مردم چه ارتباطی دارن با این دولت؟ راوتومیاشون کیان؟ راوتومیاشون حلقه متصل دولت با مردم هن. چه تأثیری داشتن؟ کدوم مشارکت رو از مردم خواستن؟ ما کنسرت مسئله مونه، سینما مسئله مونه، فیلم توقیفی مسئله مونه، یه چیزی فراتر از این، بزرگتر از این مسئله مون. ما اساسی ترین مشکلات در دولت آقای روحانی مسئله معیشتی مردم بوده و شرایط جامعه رو، شرایط دنیا رو معیشتی. توی این مسئله معیشتی که منم به عنوان یک شهروند جز بشم خب. چقدر این برای من برداشته شده؟ خب آخه شرط دنیا رو هم در نظر بگیری. من میدونم، ببین من آدم آگاهیم، عامه نیستم، میدونم از دل یه شرایط اقتصادی بسیار بد اومدیم، از دل یه شرایط دولت نادون اومد، همه اینا رو میدونم. حداقل کاری که یک دولتی که میدونه شرط اقتصادش اینه و مردم حالشون بده اینه که توی این بافت حکومتیش فقط فامیلش رو نیاره بچینه. ببین دل مردم چقدر پره، چرا اینقدر حال مردم بده؟ چرا این آقای روحانی رب داره؟ به کی رب داره؟ این اصلا مسئله 3-4 ساله نیست، این یک پروسه است. یک پروسه است، اوکی یک پروسه است. یک رئیس جمهوری اومده قبل از انتخاباتش یک شعارهایی داده، یک حرفایی زده، باید پای اونا وایسه. فهم کنیم میتونه وایسه؟ دولتشه، هیئت دولتشه. اگر نتونه هیئت دولتشو مدیران زیر مجموعهشو کنترل کنه، شما فشارهایی که روی دولت روحانیه رو اصلا قابل ما ببین ما علاز سغلچشی توی منطقه خاورمیانه هستیم که مشکلات خودمونو داریم، مال الان نیست. تحریما رو داریم، مال الان نیست. مشکلات اجتماعی داریم، مال الان نیست. مشکلات سیاسی داریم، مال الان نیست. تمام اینا رو داریم، خب داشتیم و داریم. رابطه دولت با ملت، نه اینکه من طرفدارش بودم یا نبودم، یک رابطه تعریف شده دیگری. خب شما آقای روحانی میشناختی، چجوری ازش حمایت کردی؟ من نمیشناختم آقای روحانی از کجا میشناختم؟ مرکز استرا چرا اصلا نمیشناختین انقدر حمایت کردین؟ اومد یه سری شعارات دادم و فکر کردیم بین بد و بدتر انتخاب کنیم و بریم حمایت کنیم. یعنی بین بد و بدتر انتخاب کردین؟ خب بین چیه پس؟ ببین ما بچه نیستیم. ببین من 53 سال زندگی کردم، ولی 53 سال عمر کردم، ولی 1000 سال زندگی کردم. من از قبل از انقلاب رو دیدم، من تو انقلاب بودم، من تو جنگ بودم، من اصلاحات رو دیدم، ما همه اینا رو دیدیم. ما گول نمیخوریم. شاید بچه های جوان احساساتی بشن گول بخوره، ما گول دیگه نمیخوریم. این همون بخشی که مدیران فرهنگی فکر کپکان سرشون کردن زیر برفه. ملتی که این همه تو فقر دارن زندگی میکنن، دست و پا میزنن، پولهای میلیاردی داره جابجا میشه، اطلاعات درست هم به مردم داده نمیشه. این اطلاعات حق این پولا حق مردم ایرانه. قرار نیستش ابزار سیاسی بشه که بخوای دولت قبلی رو بزنی. من دیگه خسته شدم تو کشوری که همش یک دولتی که یک سر امیدوار 100% که نیست، 20% امیدوار بودی، مدام بیاد بگه که دولت قبلی. الان چه کردین؟ الان داریم مشکلات دولت قبلی رو سعی می‌کنیم. تعداد فیلمایی که این دوره ممنوع شد به مراتب دولت آقای شمقداری بیشتره.
باید و نباید ها در شورای پروانه ساخت فیلمنامه خوندن به مراتب بیشتره. یعنی اگه آقای احمدی‌نژاد کاندید بشه شما دور بهش رای بدید؟ من هیچ وقت رای نمیدم، قبلا هم بهش رای ندادم. من نمیام بگم آقای احمدی نژاد یک دولتی با یک ادعای فرهنگی اومده با یک ادعای تجاری اومده. من مثلا نفهمم که فلانی فلان سمت گونده رو در دفتر آقای روحانی داره، برادرشون هم تو اتاق بازرگانی، اون یکی برادرشون هم اینجاست، بچه و داماد و خواهرزاد و یه رصد کنیم. مگه ببین فساد اقتصادی ریشه داره، فشار ریشه هاش اینقدر روز به روز داره گسترده میشه که دیگه فکر میکنم دست همه خارجه، چون خود کسانی که همه امکاناتو دارن این فسادو خب مدام دارن ریشه دارش میکنن. ریشه دارتش نه دیگه، ببین یه ریشه داره تو میتونه یه جای قطعش کنی یا اینو گسترش بدی یه ریشه دارترش کنی. الان دو اینطوری اتفاق میفته. بله یه تنفس رسانی کنیم کوچولو، برگردیم. من دیگه خانم حکمت اذیت نمیکنم، فداتون بشم. مرسی. خب متشکرم که خسته نشدید و همچنان دارید آبان رو نگاه میکنید در این روزهای پایانی ماه آبان. و اینکه من یه تشکر بکنم دوباره از شرکت محترم مای بیبی که حامی مالی برنامه بودن. این دیگه بخش آخر برنامه مونه. من قول میدم که خانم حکمت رو زیاد اذیت نکنم، این قول دادم اگر که ایشون پاسخگوی سوالات من باشه. خانم حکمت عزیز یه سوال صادقانه، اگه روز بتونه یک سمتی مثلا مثل وزارت ارشاد یا معاونت وزارت ارشاد تو حوزه سینمایی پیشنهاد بدن قبول میکنی؟ نه. میتونید خیلی کار کنید. چرا نه؟ چرا نه؟ من آخه شما ببینید من دارم میگم دولت روحانی، من اون برای میزم همیشه، من قرار نگاه کنم و منتقدم برای درست شدن، برای اصلاح شدن. من فیلم سازم، من وقتی فیلم سازم نمیتونم مدیر باشم. بهترین فیلمتون رو چه فیلم میدونین؟ سزن. سزن رو بیشتر از زندان زن دوست داریم؟ فیلمی هست که آرزو داشته باشین یه روزی بسازیم؟ نه من اگه آرزو داشته باشم فوری میسازم. فوری میسازم. و الان دوتا فیلم در دست ساخت داریم. بله. و سوال آخرم، اگه قرار باشه یک خانومی رو دعوت بکنیم به برنامه به جای شما روی صندلی بشینه، پیشنهاد شما کیه؟ من خانم بنی اعتماد. خانم محوش شیخ الاسلام مستندساز. به کسایی نیست خیلی دوست داشتم. فروغ فرخزاد اینجا بود. آخه یعنی دوست داشتین که یه روز فروغ جلو ما بشنه ما باش گفته بکنیم؟ آره کم نداریم ما، یعنی اصلا خیلی زیادن زنانی که با جای من بشینم و سوالای جواب بدن که به نفع حتی منم باید گوش بدم و کمک بگیرم و آگاه بشم. کم نداریم از زنان مختلف، واقعا کم نداریم، تو هر جایگاهی هستن زنانی که دوست داره آدم ساعت ها فقط طرفاشونو بشنم. بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم، خیلی خوب حرف زدین و خیلی صادقانه حرف زدین، از همه چی مهمتره. خیلی ازتون متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین. بازم ممنونم، امیدوارم که شما بینندگان شما خیلی خوب بودین. از همه مهمتر اینه که خیلی صادقانه و خیلی از ته دل صحبت کردین و این اتفاق مبارکه. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، خیلی ممنون. خب خیلی متشکرم. من و خانم حکمت ازتون خدافظی می‌کنیم و امیدوارم که دوباره همدیگر امیدوارم نه مطمئنم که دوباره همدیگر رو میبینیم. حتی اگر نباشیم یافری نمک چونان که التهاب بیابان سراب را. وقت بخیر. گلی که خون بدادم پیچ و تابش، با آب دیدگونم دادم آبش، به درگاه الهی کی روا بود، گل از ما دیگری گیره گلا. اگرچه عمری ای سیه مون چون موی تو شد
دارد قصه مهر و وفا.